به رغم تلاش نیروهای سرکوبگر انتظامی برای ممانعت از خیزش دانش آموزان و معلمان و بازنشستگان، تنین فریاد بازنشسته به پاخیز علیه ظلم و تبعیض در 13 شهر پیچید. بازنشسته به پاخیز علیه ظلم و تبعیض. بازنشسته به پاخیز علیه ظلم و تبعیض. در تبریز نیروی سرکوبگر انتظامی تلاش کرد با تهدید دستگیری مانع تجمع بازنشستگان شود و در کرج شعار آزادی زندانی سیاسی مشتی بود بر دهان مزدوران. کارگر زندانی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. روزنامه مستقل ضمن ابراز وحشت از گسترش مطالبات مردم در راستای قیام و سرنگونی نظام نوشت: آنچه اهمیت دارد خارج شدن مسئله از حالت یک مطالبه ساده از فرم مدنی به شکل امنیتی و پلیسی است. واکسن طالبان حق مسلم ما. فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. بله، خامنه ای و روحانی تمام سال 99 با ویروس کرونا و گرانی و تبعیض به جان مردم افتادند. و این هم نمک شیخ شیاد بر زخم‌های کرونا و تبعیض و سرکوب بازنشستگان. بیشترین کمک به حقوق بگیران ثابت و همچنین به بازنشستگان تو همین سال 99 شد. تو این 40 سال نشان دادن که کاری برای ما انجام نمیدن و اینا یک عده خارجی هستن که وارد مملکت ما شدن و اینجوری میتونم بگم که 80 میلیون نفر جمعیت رو گروگان گرفتن و به هر طریقی دارن بهشون ظلم میکنن. بله، خیزش علیه ظلم و تبعیض محدود به بازنشستگان و معلمان نیست. 80 میلیون گروگان و گرسنه ایرانی عزم جزم کردند تا سال 1400 را به سال پیروزی و پایان ظلم و تبعیض تبدیل کنند.